رفتنی که رودخانه دارد ماندن است. رودخانه ماند و نظاره کرد که چگونه حیات حقیقی مردان خدا ققنوسوار از میان خاکستر نخل‌های نیم سوخته، خانه‌های ویران، اتومبیل‌های آتش گرفته و کشتی‌های به گل نشسته سر برآورد و به سطحی دیگر آغاز شد. حالی که اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرین و مهمترین برگ برنده این کشور برای وادار ساختن ایران به شرکت در هر گونه مذاکرات صلح تلقی می شد، آزادسازی این شهر می توانست سمبل تحمیل اراده سیاسی جمهوری اسلامی بر متجاوز و اثبات برتری نظامیش باشد. بر همین اساس با توجه به این که منطقه عمومی غرب کارون آخرین منطقه مهمی بود که همچنان در اشغال عراق قرار داشت، از یک سو فرماندهان نظامی ایران برای انجام عملیات در این منطقه اشتراک نظر داشتند و سوی دیگر عراق نیز که طراحی عملیات آزادسازی خرمشهر را پس از عملیات فتح المبین قطعی و مسجل میپنداشت، با در نظر گرفتن اهمیت این شهر و جایگاه آن در دفاع از بصره به ضرورت حفظ این منطقه معتقد بود. از این رو بلافاصله پس از اتمام عملیات فتح المبین، در حالی که قوای ارتش عراق در منطقه عمومی خرمشهر تقویت می شد، به تمام یگانهای تحت امر قرارگاه مرکزی کربلا دستور داده شد تا ضمن بازسازی و تجدید قوا به شناسایی و طراحی عملیات بپردازند. مهمترین اهدافی که در این عملیات دنبال می شد عبارت بودند از انهدام نیروی دشمن حداقل بیش از دو لشکر، آزادسازی حدود 5400 کیلومتر مربع از خاک ایران از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه و پادگان همین، خارج نمودن شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از برد توپخانه دشمن، تأمین مرز بین المللی حد فاصل پاسگاه طلایی تا شلمچه، آزادسازی جاده اهواز خرمشهر و خارج شدن جاده اهواز آبادان از برد توپخانه دشمن. منطقه عمومی عملیات بیت المقدس در میان چهار مانع طبیعی محصور است که از شمال به رودخانه کرخه کور، از جنوب به رودخانه اروند، از شرق به رودخانه کارون و از غرب به حورالهویزه منتهی می شود. در طراحی عملیات تهاجم از طریق عبور از رودخانه کارون و پیشروی به سوی مرز بین‌المللی و سپس آزادسازی شهر خرمشهر مد نظر قرار گرفته و چنین استدلال می شود که حمله به جناح دشمن که عمدتاً به سمت شمال آرایش گرفته بود عامل موفقیت عملیات است. همچنین شکستن خطوط اولیه دشمن و عبور از رودخانه و گرفتن سر پل در غرب کارون تا جاده آسفالتی اهواز خرمشهر به عنوان اهداف مرحله اول و ادامه پیشروی به سمت مرز و تأمین خرمشهر به عنوان اهداف مرحله دوم تعیین شدند. همین اساس محورهای عملیاتی هر یک از قرارگاه ها بدین ترتیب است: 1. محور شمالی قرارگاه قدس با عبور از رودخانه کرخه، 2. محور میانی قرارگاه فتح با عبور از رودخانه کارون و پیشروی به سمت جاده اهواز خرمشهر، 3. محور جنوبی قرارگاه نصر با عبور از کارون و پیشروی به سمت خرمشهر. سرانجام عملیات بیت المقدس در 30 دقیقه بامداد روز 10 اردیبهشت 1361 با قرائت رمز عملیات بسم الله القاسم الجبارین یا علی ابن ابی طالب از سوی فرماندهی آغاز شد. خدا حفظت باشه.
چیز خدمت همه برادران و خواهران مسلمان سلام عرض میکنم در توفیق همگی رو و همچنین نصرت اسلام و مسلمین رو از درگاه خداوند بزرگ خواستار هست. در مورد این عملیات که بیاری خدا انجام شد، همونطوری که اطلاع دارید به این ترتیب بود که ما تصمیم گرفتیم که کار انجام بدیم و مسئله جنگ رو انشالله یک سره بکنیم. توی این رابطه تصمیماتی که گرفته شده بود این بود که دست به عملیات های بزرگ زده بشه و ما تجربه کردیم که در عملیات های بزرگ موفق و پیروز بودیم، همیشه چه بستان، چه آبادان، چه تحت و چه این عملیات که موفقیت چشمگیری به دست اومد. الحمدلله رب العالمین، ما الان در جبهه غرب کارون هستیم در محور جاده اهواز کنیسه که تقریبا در حدود 8 روز پیش عملیات گسترده‌ای برای تصرف محور جاده اهواز بودیشهر آغاز شد که با توکل به خداوند متعال و یاری حضرت مهدی حرکت ما عبور از رودخانه کارون و رسیدن به جاده اهواز خونیشهر. همین حماسه آفرینی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقشی مهم داشت و نیروی همیشه قهرمان ارتش دلیر ایران با رشادت و از جان گذشتگی خلبانان جان برکف خود حماسه ای سترگ آفریدند. نگاهی گذرا به اقدامات نیروی هوایی ارتش در عملیات بزرگ بیت المقدس. شما من سرتیپ نمی‌کنم چون بله قرار است که برنامه رو همینجا ضبط کنیم. تو دو نوف کنم معلم خلابان نمونه شدم چند سال پیش رفت بودم؟ 12 سال پیش. من میخوام برم پرواز کنم، برم تا برقات برگردم. بله، من به عنوان لیدر باید تصمیم بگیرم چقدر سوخت و بنزینم بزنم یا نه. نه، این حساب کتابی که رو اون نفرات
بالاتر تعیین میکنن که این مثلا میگن شما از این نقطه میخوای بری به این نقطه، لیدر میشینه در میاره میگه بله به سوختم میرسه یا نمیرسه. خب همین من اینجا یه نقد داشتم، اینجا میگه چیز میکنم توی این موزه اینجا میرفتم میادم یعنی چرخی میزدم، یه چند تا عکس در مورد خرمشهر دیدم اینجا. درست خرمشهر صحنه رو یادتون هست؟ بله ببینید ما اتفاقا عرض میکنم روز دوم جنگ اعلام شد که آقا خرمشهر گرفتن دارن چیز میکنن، قرار بود مجید تقوی و یا جدیده گفتن این بچه خود خرمشهر نرن، خدا به امروز فرزین انتخاب کردن، منم شماره دوشون بودم که وقتی آمدیم دیم آقا هیچ خبر نی، نه دودی هست نه به صلاح چیز بمبارانی هست، حرکت خاصی نیست، که به همین صورت اومدیم قسمت شمال نزدیک پل تنومه اینجا رو بمباران کردیم و برگشتیم. یعنی چی بود پل تنومه؟ پل تنومه تنومه یه خود بالاتر از اینجا عراقی ها عراقی ها اومده بودن اونجا تو نزدیک مرز دیگه شلمچه، امروز شما فکر کنید ملبر شلمچه اونجا مرز بزرگترین یعنی بیشترین تلفات رو زمانی نیروها میبینن که تو سنگر نباشن. این چه موقع است؟ موقعی که نیروها در حال حمله هستن، نیروهای رزمنده ما در حال حمله بودن. خب اینجا باید نیروی هوایی یکی از وظایف مهمش تأمین پوشش هوایی منطقه بوده که نیروهای رزمنده ما از طریق هواپیماهای دشمن کمتر مورد بمباران قرار بگیرن و آسیب ببینن. خب رادارهای زمینی به سلا رادار اهواز، بهبهان، رادار دسفول و همچنین رادار آبدانان این پوشش رو به صورت کامل اینجا انجام میدادن، از زمین این دید رو داشتن با وسیله رادارهای به سلا F-14 و همچنین رادار پوشش هوایی که به صورت گپش یعنی جاهای خالیشون رو پر میکردن هواپیمای F-4، این مناطق رو میدیدن که بیان و مقابله بکنن با هواپیمای عراقی. هماهنگی این گونه بود که بمباران‌ها هنگامی باشد که لشکرهای 16-92 زرهی از سنگرهای خود خارج شده و در حال پیشروی به سوی دشمن باشند تا بدینسان آتش توپانی دشمن به خاموشی گراید. اما چنانچه در سنگرهای خود بودند و پدافند و مانوری در پی نبود، در آن هنگام تنها برای شکستن محاصره و قطع خطوط مواصلاتی در روز پیشبینی شده بود. این یه عکس هواییه، ملاحظه بفرمایید، یه عکس هوایی به این صورت وقتی که در اختیار فرمانده قرار بگیره خیلی راحت میتونه، البته اینجا این مشخص ماشین است ولی بعضی وقتا اصلا به این صورت مشخص نیست. اینا ببینید اینا شن آرفور ماست که البته میدونید که بله در حال مشک هم بهش خورده، میبینید عکس خودشو گرفته، عکس خودشو گرفته و اینا نوعا هواپیمای عارف ما هست که مثل بین اینا عزیزان رکانیسنس یا شنفریدون ذوالفقاری همون بود که اونجا دیدید که عکس چیز دیگه بود، یا جناب ناصر رضوانی و اون عبدالکریم عصاره و جناب شفقی چکس بازه گرفتن. این ارتفاع پایین بوده، این عکسایی بوده که در خاک عراق، بله بغداد، در خاک عراق می‌رفتن و ارتفاع پایین این عکس ها گرفته شد. جسارت می‌خواد تو ارتفاع پایین بری؟ باید ارتفاع پایین بری تو خاک عراق رو، باید ارتفاع برای اینکه دیده نشید شما، اینا در ارتفاع پایین می‌رفتن که دیده نشن. بعد اونجا بله دیگه مجلس الوطنی عراق و مجلس عراق خیلی شما پایین. از تاریخ 6 فروردین تا 13 فروردین 61 عملیات بمباران مواضع دشمن در موقعیت‌های مختلف صورت گرفت و پس از هر نوبت بمباران عکس‌های هوایی به منظور بررسی چگونگی کیفیت بمباران گرفته شد. نتیجه تا اینجای کار بسیار خوب بود و راه را برای حمله گسترده قرارگاه نصر هموار ساخت. مسائلی که حالا شما فهمیدید که نیروی هوایی
چه کارهای بزرگی کرده. ببینید نیروی هوایی مثل عملیاتی که الان مثلا الان داره میگیم چی میگیم 10/2 عملیات شروع شده. الان شما اینجا ملاحظه میفهمید توی اون عکسی که توی چیز بود قبل از این تاریخ بود، یعنی ما الان داریم 26 فروردین اولین عکسی که از منطقه بیت المقدس گرفته شده 26 فروردین هست، یعنی درست 26/1 یعنی درست بعد از چون طرح بود، این طرح ها به ترتیب کربلا 1 2 3 همینطور ادامه داشته دیگه. حالا بعدن هر چیزی یک اسم پیدا کرد، کربلا 2 فتح المبین بوده، این کربلا 3 بوده در حقیقت بیت المقدس بوده. بنابراین 26 فروردین نیروی هوایی عملیات شروع شده بوده در بعد تاکتیکی که به وسیله هواپیمای عکاسش بره منطقه رو به اصطلاح عکس برداری کنه، بیاره به نیروهای زمینی اعلام بکنه که الان نیروها کجا قرار دارن، جا به جایی و مسکن اینا کجا قرار دارن، یعنی تصمیم بگیرن که چیکار کنن. بله، یعنی از زمینی که نیرو هوایی متصل عملیات داشته، چه یعنی حتی از فتح المبین که به اصطلاح ما میگیم یک فروردین شروع شده، ما قبل از اون داشتیم، همینطور در مورد بیت المقدس یا عملیات‌های دیگه هم همینطور. یعنی ما نمیگیم شب عملیات نیرو هوایی شروع شده، قبل از اون نیرو هوایی باید عملیاتشو انجام بده. تو که عرض کردم پرواز شناسایی ما از 26 فروردین شروع شده بود تا ادامه، یعنی حتی فتح خرمشهر که سوم بوده بعد از اون هم میبایست این عکاسی انجام بگیره و اصل بشه. از 15 روز پیش از آغاز عملیات با درخواست قرارگاه کربلا باید عکس هوایی گرفته می شد و اطلاعات جابجایی یگانهای خودی و دشمن در صحنه فراهم می گردید. خلبانان هواپیمای خفاش نیز که به جمع‌آوری اطلاعات رادیویی و راداری و شناسایی الکترونیکی پرداخته بودند، از یک هفته پیش از رسیدن به روز عملیات پروازها و کار خود را شروع کرده بودند. بعد از اون چیزی که مهمه که انهدام بکنن نیروهای دشمن که در حال شکل می، چون عملیات می پی در پی بود، تقریبا میشه گفت که نمیگم دست ما رو خوندن، ولی به هر حال میرسه ما الان در فتح المبین پیروز شده بودیم، شمال خوزستان رو تخلیه کرده بودن، عمده جایی که در اختیار عراق بود اینجا بود، هدف مشخص بود اینجا بود. بنابراین اینها در حال شکل گیری بودن، این بود که به نیروی هوایی وظیفه داده بودن که قبل از شروع عملیات با بمباران‌های سنگینی که از منطقه انجام میده اونها رو به اصطلاح تضعیف بکنه، از بین ببره، آرامش نه آرامش روحی نداشته باشن. بنابراین نیروی هوایی از روزهای اول شروع کرده بود به بمباران منطقه. این یه وظیفه قبل از عملیات بود. در حین عملیات به نیروی هوایی وظیفه تهیه آتش پشتیبانی داده بودن. میباید هواپیمای F4 پایگاه بوشهر و همچنین هواپیمای گسترش یافته از همدان به دسفول و همچنین هواپیمایی که در خود همدان بودن که وسیله سوختگیری میبادن در منطقه بیان و نقاط خاصی را که فرمانده قرارگاه در حقیقت فرمانده عملیات بهشون ابلاغ میکنه، میگفت که آقا در اینجا هستن، به خصوص مراکز توپخانه، یعنی جایی بود که بیشترین آسیب رو به رزمندگان میرسید. این وظیفه نیروی هوایی بود که بیاد مراکز توپخانه عراق رو در حقیقت در اونجا بمباران بکنه و آتش دشمن رو در اونجا خاموش کنه که رزمنده ها بتونن راحت تر برن. در طول روزهای عملیات بمباران مواضع دشمن، پدافند فراگیر صحنه، عکس برداری ها و پروازهای شناسایی به تناوب انجام گرفت. هواپیمای بمباران ما هواپیمایی بودند که مثل F4 که اینها یا از پایگاه خودشون بوشهر و یا گسترش پیدا کرده بودن پایگاه امیدیه و همچنین پایگاه از پایگاه همدان یک گروه آمده بودن پایگاه دسفول و از اونجا در اختیار بودن که فاصله زمانی خیلی کم باشه و فوراً در اختیار نیروهای رزمنده باشن. طبق طرح‌های عملیاتی خوشبختانه عملیات‌های پی در پی طریق القدس، فتح المبین اینها و بیت المقدس جز بهترین عملیات طراحی انجام گرفته در نوع خودش اصلا در جهان است. خب اینها برای نیروی هوایی که نیروی پشتیبانی کننده بود وظایفی رو به اصطلاح پیش بینی کرده بودند و این هواپیمای 747 که همطور که عرض شد اینها دو تا نقش داشتن، یک نقش سوخ‌رسان داشتن که برای هواپیمای F14 و F4 که بالا بودن، اینه که این اگر
نشه بله اینجا بسیار وجود داره. اگر این هواپیما نباشه این بعد از یک ساعت دوباره باید بیاد، یه فلسفات زیادی رو در حقیقت بیهوده بشینه، دوباره بنزینگیری بشه، سوخت و اون روال فنی روش انجام بگیره. در صورتی که با وجود این هواپیما، وقتی این هواپیما میمدن در کجا؟ در لابلای کوههای پشت بهبهان و اونجاهایی که هواپیمای نیروهایی خیلی سریع بتونن هواپیمای شکاری بیان و بتونن بنزینش بگیرن. و گرچه هواپیمای شکاری اطرافشون بودن و لازم بود، ولی به هر حال بزرگترین هدف دیگه میدونی که عراقیام ناجوانمردانه هواپیمای مسافری ما رو در حقیقت مورد، یکی هواپیمای الجزایر رو، وزیر امور خارجه الجزایر، یه هواپیمای F-27 رو هم در روی اهواز مورد هدف قرار دادن. در بخش پدافند هوایی صحنه هماهنگی‌ها بر این بود که گردان‌های جنگنده رهگیر F-14 از زمان برآمدن روشنایی روز تا فرو رفتن آفتاب به همراه سوختگیری در هوا بر فراز قرارگاه کربلا برای پوشش دادن به یگانهای قرارگاه‌های قدس، فتح، نصر و فجر پرواز کنند و از نزدیک شدن جنگنده‌های دشمن به آسمان عملیات جلوگیری کنند و گردان‌های F-14E فضاهای خالی خط پدافندی را پر می‌ساختند. هواپیماها بستگی به قابلیت خود شد. مثلا F5 یه مقدار هم خیلی سریع آماده میشد و مقدار بمب کمتری هم به سلامی و شعاع عملیاتی کمتری داشت نسبت به هواپیمای F4. خب بستگی داشت، ما موقعی که در منطقه فتح المبین بود با توجه به اینکه به سلام نزدیک بود حدود 5 و 2 تا 3 تا 6 تا حدود 11 تا بمب 500 پوندی زیرش گذاشته میشد، ولی برای مسافتی مثل اینجا که از دسول یا از امیدیه بلند میشد حدود 4 تا یا 9 تا به اصطلاح بمب 500 پوندی یا ممکن بود 250 پوندی به اصطلاح به ترکیبی یا به اصطلاح بمب و راکت با هم دیگه بیاد که بتونن بمباران بکنن.
جبهه تلاطم داره. این تلاطم رو موقعی که هنوز نیروی زمینی سنگر برای خودش نکنده، هنوز توپخانه جا نگرفته باید چیکار کنه، فقط با یک تلفن و یک بیسیم یه اعلام آقا در کدام منطقه آتش سنگین هست، لازم است که نیروهای حضور پیدا کنه و این کار رو انجام بده. حمله کردن دیگه از زمین دیگه می‌بینی؟ آها این نیرو ما از اینجا باید وارد خرمشهر بشه، یعنی به طرف مرز میاد دیگه، این مرز ماست دیگه، این مرز، یعنی ما الان این بر عراقمون، یعنی عراق اینجا ما این خرمشهر بسات، این خرمشهر، این خرمشهر. خب چیکار کردیم ما؟ این پلی که دیدی اینه، این رودخونه که شما می‌بینی، این پل رو اینه، این پل، این پل 13261 یعنی سه روز از شروع عملیات بیت المقدس میگذره، یعنی ده هم روز چهارمه، روز چهارمه این پل، میبینید؟ آه این پله، آره این پلو به سرا این نشون خط تدارکاتیه، اینا مثلا زدن دیگه، اون پلو عراقی‌ها زده بودن برای خودشون که در صورتی که به صورت پشتیبان باشه، چون فقط تنها راهشون همون تنومه بود که عرض کردم، برای اینکه بتونن از این عبور کنن اگر این کیس که به صلاحی وقت مشکل پیش اومد، جاده کم بود فلان حرف، و این پل رو میرن میزنن خلبانای ما اینجا. الان نگاه کنید 7-3 این زده شده، الان دیگه اینجا وجود نداره. تاریخ عکسبرداری 13/2 یعنی 4 روز از عملیات که شروع شده بود این پل هنوز هست. درسته. مرحوم اسکندری و جناب زمانی در یک هواپای F4 مأمور بده می‌کنن که این پل رو بزنن، این پل اگه زده می‌شد تمام نیروهای که این طرف بودن اسیر می‌شدن، می‌موندن، نمی‌تونن برگردن. در تاریخ 17/2 این پل رو می‌زنن، یعنی حدود 6 روز از عملیات شرطون بوده، تا ما تا سه این عملیات اون طولانی بود دیگه، عملیات بیت المقدس بلافاصله بعد از عملیات فتح‌العمومی شروع شد، خب یه عملیات غافلگیر گروه کننده و یه عملیات بزرگی بود دیگه، به خاطر اون مقدار طولانی تر از بقیه هم حتی سه ادامه پیدا کرد. اینجا داریم میگه که 17/2 که 8 روز عملیات گذشته این پل دیگه اینجا وجود نداره. البته اینو بعدن اون تاریخ زدن، این تاریخ 7/3 یعنی تقریبا 4 روز بعد از اینکه عملیات تموم شده رفتن فیلم برداری کردن. ما این وظیفه رو حالا در طول جنگ با توجه به تجربیاتی که به دست میمد، عزیزان سپاه بنیاد به اصطلاح گروهی به نام تعاون ایجاد کردن، بله، اینا نقش به اصطلاح همیاری و کمک کردن به بار زدن در حقیقت به اصطلاح محمولاتی بود که روی زمین بود به خاطر داشتن، به خصوص از جبهه به برعکس، یعنی از مناطق مثل اهواز و امیدیه و دسفول به سمت شهرهای دیگه. مرحوم هوشیار که معاونت وقت نیرو بودن اون موقع در مقر خودشون در پایگاه هوایی دسفول قرار داده بودن و گفته بودن هر هواپیما از هر جا هست باید بیاد تو دسفول بشینه، و به همین صورت هر به اصطلاح محل پشتیبانی پایگاه دسفول و بود که البته پایگاه امیدیه و حتی خود اهواز این نقش رو داشت که هواپیمای ترابری از هر کجا بودن باید میمدن اونجا میشستن. خب ببینید ما نیروهای رزمنده ما، ببینید که عمده قوای ما نیروهای پیاده ما بودن، اینها در جبهه ها بودن و حالا تلفاتشون، نیروهای حمله کننده تلفات سنگین رو متحمل میشن، لازمه که اینها تخلیه بشن، از منطقه دور بشن، چون بیمارستان منطقه جوابگوی این کار هستن، ضمنی که اون ارزشی رو که ما برای انسان ها قائل هستیم، حالا از زمانی که دیگه کار اومدی نداره، میبایست بهش برسه و میدونی که
رزمندای ما چندین و چندین بار دوباره برگشتن و در جبهه بودن و حضور داشتن و شهید شد. این کار نقش نیروی هوایی بود که از این پایگاه‌ها این کار انجام بعد عرض کردم که مثلا ما در فتح المبین وقتی این نیروها نبود، ما بعد از اینکه از پرواز مینچستیم میرفتیم، چون کسانی بودیم که این تخصص داشتیم، توهر داشتیم و لازم بود که همکاری و هماهنگی لازم با خلبانه ترابری ما بشه، حالا کی کجا سوار بشه، به چه صورت باشه، و اینها رو نظم میدادیم و سوار هواپیماهای ترابری میکردیم و به سمت مشهد، تبریز، شیراز و پایگاه‌های دور اینها اعزام میشدن. بودن هواپیماهای ترابری ما تا 500 600 700 نفر از مناطق به صلاح جبهه اینها رو میبردن و از اون طرف ظرف یک ساعت یک ساعت شما ببینید از به صلاح مشهد که فاصله آن چنانی داره با این همه فلان، ما میتونستیم با دوده حس ثبت شده که 10,000 نیرو رو در یک روز اینها تونستن به پایگاه امیدیه که یه پایگاه پشتیبانی کننده بود برای عزیزان سپاه بسیجی وارد میشد در اونجا بیارن و یا در فرودگاه اهواز اینها رو پیاده کنن که برعکس هم مثلا وارد جبهه بکنن و هم از جبهه دور بکنن. طی عملیات بیت المقدس 5038 کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده، از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه، پادگان حمید و جاده اهواز خرمشهر آزاد شدند. علاوه بر این شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از تیررس توپخانه دشمن خارج گردیدند. همچنین 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد. با فتح خرمشهر، برتری نظامی ایران بر عراق مورد تأیید کارشناسان و تحلیلگران نظامی قرار گرفت. رادیو دولتی صدای آمریکا پس از 5 شبانه روز سکوت و امتناع از انعکاس خبر فتح خرمشهر توسط نیروهای ایران، سرانجام در گزارش ویژه 8 خرداد ماه 61 میگوید با وجود مشکلات تدارکاتی، ناآرامی‌های ناشی از انقلاب و کاهش تدریجی قدرت عملیات نیروهای هوایی ایران، ماشین نظامی ایران به گونه‌ای اعجاب‌آور عمل کرد.